برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. پس از تعطیلی دو هفته‌ای فرودگاه بین‌المللی دمشق بر اثر حمله هوایی اسرائیل که به باند و تجهیزات آن آسیب‌های شدید وارد شده بود، زهر خزیم، وزیر حمل و نقل سوریه، از اتمام عملیات بازسازی و تعمیرات فرودگاه خبر داد و اعلام کرد از امروز پنجشنبه 23 ژوئن فرودگاه بین‌المللی دمشق فعالیت عادی خود را از سر گرفت. همزمان با موسم حج 1443 قمری، مدیر کل اداره قرآن مسجد الحرام از اضافه کردن 80,000 نسخه قرآن در 2300 قفسه مسجد الحرام خبر داد. مسئولان مرکز احیاء التراث در شهر مقدس کربلا از مراکز وابسته به آستان مقدس عباسی علیه السلام و جمعی از شیعیان لبنان با حضور در بیت آیت الله العظما شیخ حسین وحید خراسانی از مراجع تقلید شهر مقدس قم با ایشان دیدار و گفتگو کردند. اردن و عربستان سعودی در بیانیه اختتامیه سفر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به این کشور بر لزوم حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از آنچه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای آن خواندند تأکید کردند. دو طرف در این بیانیه تقویت نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حفظ سیستم منع اشعاعی هسته‌ای، ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای و تمامی سلاح‌های کشتار جمعی را خواستار شدند. مشعل احمد ولیعهد کویت به نمایندگی از شیخ نواف احمد جابر الصباح امیر کویت تحولات سیاسی مورد نظر خانواده حاکم را به اطلاع شهروندان رساند. ولیعهد کویت در سخنرانی خود ضمن اعلام انحلال پارلمان به دلیل نارضایتی مردم از تشدید ناکارآمدی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه‌های آینده شد. قبرستان باب‌الرحمه در مجاورت دیوار شرقی مسجد الاقصی روز گذشته چهارشنبه دچار آتش سوزی شد. چند روز پیش نیز سنگی از دیوار جنوبی مسجد الاقصی سقوط کرد.